دوستان عزیزم سلام، خیلی مخلصیم، ارادت داریم خدمتتون، با طرح 20 در خدمت شما هستیم. طرح بزرگی که به صورت رایگان ارائه شده تا شما عزیزان بتونید ارتقای درسی پیدا کنید به شدت زیاد. اما طرح 20 ما اومدیم چیکار کردیم؟ برای دوستان 12 اومدیم دو نمونه سوال امتحان نهایی براتون حل کردیم، خرداد 1400 و خرداد 99 که بسیار نزدیک میشه به امسالتون. و تفاوت کار ما با کار دیگران چی بوده؟ شما کتاب‌های مختلف رو میتونید تو بازار ببینید یا حل سوالات رو میتونید ببینید، ویدیوهاش رو. کار ما چی بوده؟ ما اومدیم یک جزوه کوتاهی رو تهیه کردیم که قبل از هر سوال نکات طلایی مورد نیاز برای حل اون سوال رو بیان کردیم، طوری که اگر اون سوال شبیهش تو امتحان نهایی بیاد با یه مقدار تغییر شما تسلط داشته باشی بتونی اون سوال رو پاسخ بدی، نه اینکه مثل کاری که دیگر همکاران محترم ارائه میدن فقط در حد حل نمونه سوال باشه، یعنی فقط بیان پاسخ بدیم سوال رو. خب این به درد کار ما نمیخوره، چون دو سال و نیم کرونا بود و آموزش ها خیلی ضعیف ارائه شد، خیلی هم مدارس معلم ها خب کمکاری کردن و ما به این مشکل برخورد کردیم. الان هم خیلی یهویی همه چیز حضوری شده و ما باید هوای شما عزیزان رو داشته باشیم، واسه همین خیلی وقت گذاشتیم و سعی کردیم مطالبی رو آماده کنیم که شما حداقل شبیه این سوالات رو دیدید با یه ذره تغییر بتونید جواب بدید، نه اینکه فقط تسلط در حدی باشه که عیناً اون سوالو دیدی بتونید جواب بدید، به درد نمیخوره که. و این زحمتی که ما کشیدیم رو خواهش میکنم شما هم قدر بدونید، ما همه جوره کنارتون هستیم، همه جوره داریم زحمت بکشیم برای شما پایه‌های 10، 11 و 12. و تنها چیزی که از شما میخوایم یک، پر انرژی باشی و استرس امتحان نداشته باشی، چون اصلا استرس نداره، یک آزمون فوق العاده مسخره است، خیلی ساده است، در سطح کتاب، هیچ چیز سختری نداره، از همه کتاب قرار بیاد سوالاتی که تو کتاب داریم و گاهی اوقات عیناً تکرار میشه. دو، پیش بری با ویدیوها، یعنی با ویدیوهای من بری جلو، هر جا خسته شدی مهم نیست، پاس کن، استراحت کن، دوباره نگاه کن، ولی با ویدیوها پیش بیا، هر جا نفهمیدی برگرد عقب، همون لحظه برگرد عقب تا ببین، تا بفهمیش. من سعی کردم خیلی ساده برات توضیح بدم که کامل متوجه بشی. اگر تمرین کنی و نمونه سوال حل کنی تو امتحان نهایی میتره کنی، قطعی دارم بهت میگم میتره کنی ها، چون کار متفاوتی ارائه کردم، چون براش زحمت کشیدم که با بقیه کار متفاوت باشه، بتونم بیشتر بهت کمک کنم. گرفتی چی شد؟ بریم رو امتحان نهایی. ببین جزوه اینجوریه، قبل هر سوال نکات مورد نیازشو آوردم، میگه اگر تابع F در نقطه‌ای به طول C اکسترمام نسبی داشته باشه و مشتقش هم موجود باشه، دو تا نتیجه میتونیم بگیریم. یک، مشتق تو نقطه صفره. دو، اون نقطه‌ای که اکسترمم نسبی بود میشه بحرانی، نقطه بحرانی به حساب میاد. گرفتی چی شد؟ فقط یه چیزی رو دقت کن، ممکنه شبیه به این بیاد امسال ولی با تغییر بیاد، عیناً مثل پارسال نیاد. چی مثلا میگه؟ میگه در نقطه‌ای به طول سی اکسترمم نسبی داشته باشه، همین دیگه، از این صحبت نکنه دیگه، من نمیتونم این نتیجه رو بگیرم، دیگه نمیتونم این نتیجه رو بگیرم، این رو در صورتی نتیجه میگیرم که هم اکسترمم باشه هم مشتق پذیر باشه. میگه مشتقش موجود باشه، یعنی تو این نقطه مشتق پذیر باشه در نقطه آ. پس این دو تا شرط رو باید داشته باشه که یک، بتونم نتیجه بگیرم مشتق تو اون نقطه صفره، دو، این نقطه اکسترمم نسبی که داریم امروز صحبت می‌کنیم نقطه سی یه نقطه بحرانی به حساب میاد. خب سوال یک، درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر رو مشخص کنید. الف، هر نقطه اکسترمم نسبی تابع یک نقطه بحرانی هم است، درسته یا نه؟ درست، اینن مثل اون جمله بود.
ب هر چه مقدار خروج از مرکز بیزی به صفر نزدیک‌تر باشد، شکل بیزی به دایره نزدیک‌تر است. ببین درسته یا نه؟ ببین خروج از مرکز یک بیزی میتونه بین صفر و یک باشه. هر چی به صفر نزدیک‌تر باشه، بیزی من جمع‌تر میشه، به دایره نزدیک‌تر میشه. ولی هر چی خروج از مرکز من به یک نزدیک‌تر باشه، بیشتر بشه، بیزی من کشیده‌تر میشه، انگار خربزه. پس هر چی به صفر نزدیک‌تر، به دایره نزدیک‌تر. توی سوال چی گفته بود؟ هر چه مقدار خروج از مرکز بیزی به صفر نزدیکتر، دایره نزدیکتر. اینن همونه. اونجوریش هم آوردم که به یک نزدیکتر باشه چه اتفاقی میفته، که اگر امسال مثلا اون مدلش آورد بتونی بزنی، نه اینکه فقط پاسخ همین تیکر رو برات گذاشته باشم. بریم سراغ قسمت بعدی، صعودی یا نزولی بودن. ببین خوب گوش کن، من از این تیکه سفید استفاده کنم، صعودی یا نزولی بودن یعنی این، یعنی من از x های کمتر به سمت x های بیشتر که میام، از چپ به راست x ها میره بالاتر، نمودار تابع من بالاتر بره، مقدار y های من افزایش پیدا کنه. هر چه x های من زیاد میشه، مقدار y من هم زیاد بشه. ولی این میشه صعودی. ولی از چپ به راست اگه مقدارش کم بشه میشه نزولی. مقدار y های من داره کم میشه، هرچی x ها بیشتر میشه از چپ به راست، مقدار y ها داره میاد پایین، میشه نزولی، داره نزول میکنه، کاهش پیدا میکنه. این داشت صعود میکرد، زیاد میشد. اینو ما چطور میتونیم بفهمیم؟ برای مشخص کردنه، یه تابع رو بهت داده ضابطشو، خواهی مشخص کنی کجاها تابع صعودیه، کجاها تابع نزولیه، از مشتق استفاده بکنم. مشتق تابع هم یعنی فریم x رو به دست میارم، تعیین علامتش میکنم، ببینم کجاها مثبت کجاها منفیه. مشتق چیه؟ شیب خط مماس در هر نقطه. یعنی فریم x رو به دست آوردم، تو هر نقطه‌ای که دلم میخواد میتونم مقدارش رو داشته باشم. مثلا تو نقطه x مساوی 2 به جای xش میذارم 2، به دستش میارم، مثلا شد مثبت 5. یعنی شیب خط مماس برابر مثبت 5 شد. انا کن شیب خط مماس، مثلا الان شیب خط مماس در این نقطه اینجوریه، در این نقطه اینجوریه، در این نقطه اینجوریه، مماس شده در اینجا اینجوریه. میبینی مماس شده رو مرحله من، شیب این رو دارم بررسی میکنم، این شیب خط مماس در هر نقطه. من میام تعیین علامتش بکنم که بازه ها رو داشته باشم، فقط یه نقطه یه نقطه بررسیش نکنم، بدونم آقا از این بازه تا این بازه شیب خط من منفیه مثلا. خب وقتی منفی باشه یعنی داره کاهش پیدا میکنه، نزولیه. وقتی مثبت باشه شیب خط من، خط من میاد بالاتر، انگار دارم یه سربالایی میرم تا یه سرپایینی، سربالایی برم این شیب من مثبته، داره صعود میکنه. پس یه بار دیگه مشتق رو به دست میارم، تعیین علامتش میکنم، هر جا اف مثبت بود صعودی، هر جا منفی بود نزولی. این نکته رو داشته باش. در جاهای خالی عبارت ریاضی مناسب قرار داده. الف، بزرگترین بازه ای که تابع اف ایکس مساوی ایکس به توان سمنس ایکس در اون اکیدن نزولی است، برابر جای خالی است. در مورد اکیدن صعودی و اکیدن نزولی توضیح بدم. وقتی کلمه اکیدن میاد پشتش، یعنی این که تأکید داره فقط نزولی باشه، تأکید روی نزولی یا صعودی بودن داره. یعنی من دوتا نقطه برابر نمیتونم براش پیدا کنم. منظورم نقطه برابر چیه؟ یعنی مثلا دوتا ایکس مختلف دارم تو نمودار من، دوتا ایکس بذار این دوتا ایکس مختلف، خروجی من یکسان بوده، مثلا اینجوری بوده، مثلا تابع من اینجا ثابت بوده، مقدار ایگهش مثلا 2 بوده، از اینجا تازه مثلا شده صعودی، این دیگه اکیدن صعودی نیست توی کل این بازه. توی این تیکه آره هست، ولی تو کل این بازه نیست، فقط میشه صعودی. ولی وقتی فقط اینجوری باشه، دو تا ایکس مختلف در اینجا داشته باشم، ایگرگاشون هم متفاوت هست، اما هم برابر نیست، فقط اینکه که ثابت داشت ایگرگاش برابر بود، این میشه اکیدن صعودی. خب
من میخوام ببینم کجا اکیدن نزولیه. خب برم فریم ایکس رو پیدا کنم. فریم ایکس من چی میشه؟ مشتق بگیر ازش. توان این میاد پشت، از توانش یه واحد کم میشه. توان این که یک باشه میاد پشت، در منفی 3 ضرب میشه، منفی 3 یکی، منفی 3 تا. از توانش که یک باشه متغیر x، توانش یکی دیگه وقتی نداره یعنی یکی، یه واحد کم کنم میشه 0، x به توان 0 هم یعنی یک، دیگه برش میدارم. مثلا وقتی توان یک بود دیگه برش میدارم تو مشتق. به این شکل در واقع حالا میخوام تعیین علامتش کنم دیگه، ریشه هاشو به دست بیار، مساوی 0 بذارش، مساوی 0 بذارم چه اتفاقی میفته؟ 3x به توان 2 مساویه منفی 3 ببر اونور، مثبت 3. طرف اینه تقسیم بر 3 کن، x به توان 2 مساویه 1. جذب بگیر از طرف این، اینو که یادت نرفته، جذب میگیری چه؟ مثبت منفی 1، یعنی یه x مساویه مثبت 1، x مساویه منفی 1. ریشه هم این شد. چرا؟ چون وقتی اعداد به توان زوج میرسن، چه منفی باشن چه مثبت، مقدار مثبت به ما میدن. من نمیدونم x هم مثبت 1 بوده یا منفی 1. هم مثبت 1 به توان 2 برسه میشه 1، هم منفی 1 به توان 2 برسه میشه 1. پس من نمیدونم، نمیدونم کدومشه، یا اینه یا اینه. اینو به این شکل هم میتونی بنویسی، x مساویه مثبت 1 یا x مساوی منفی 1، هرجوری که راحت باشه، جفتش یک معنی میده. حالا جدول تعیین علامت بکش. فریم ایکس هم رو دارم بررسی میکنم، یک تابع درجه 2 بود دیگه، ریشاشو به دست آوردم روی این ضریب ایکس 2. ببین علامتش چیه، طرفین ریشه هات موافقش، یعنی هرچی علامت این بود همینجا بذار، وسط مخالف. اگه این منفی بود اینجا و اینجا منفی میشه، اگه مثبت بود اینجا و اینجا مثبت میشه، الان مثبت دیگه، وسط مخالفش. ضریب ایکس 2 یاد داره. خب کجا اکیدن نزولیه تابع من؟ سوالی خواسته بود دیگه، تأکید داشت روی نزولی بودن. میتونم بگم بین 0 تا 1 من چه x، بین منفی 1 تا 1. اینو اینجوری هم بنویسی اوکی یا هیچ مشکلی نداره؟ چون این اوکیه، فرق نمی کنه جفتش رو بنویسی یا جفتش اوکیه. خب پس در قسمتی که منفی شد، شد اکیدن نزولی. بریم سراغ نکات طلایی سوال 3. من این رو در نظر گرفتم که شما شاید از پایه 10 یا 11 روش انتقال رو فراموش کرده باشی یا خوب یاد نگرفته باشی، برات اینجا کل روش رو نوشتم. ببین دوست من، گاهی اوقات ببین ساده ترین روش برای رسم، ساده ترین که نه، پایه ای ترین روش برای رسم یک نمودار، نمودار یک تابع، اینه که نقطه یابی کنی، نقاط مختلف رو به ایکسش بدی، خروجی اگلگشون رو بگیری، نقاط رو پیدا کنی و رسم کنی و این به درد ما نمیخوره. ما چی داریم؟ گاهی اوقات توابع خاصی داریم که میشناسیمشون، مثل رادیکال ایکس، مثل ایکس به توان 2، یا هر تابع دیگه، مثل قدر مطلق x، y مساوی قدر مطلق x. ما اینا رو میشناسیم و رسمشون رو خوب بلدیم. تابعی که از ما خواسته رسمش کنیم تغییر یافته اونه. خب چه کاریه ما بیایم از نقطه یابی استفاده کنیم؟ میریم جنس تابعو پیدا میکنم، مثلا جنسش قدر مطلق xه، قدر مطلق x رو با تغییر، با انتقال انبساط انقباض به اون چیزی که از من خواسته میرسونم. حالا حرفای من یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر k یک عدد مثبت باشه، جنس تابع منم y مساوی f x باشه، مثلا y مساوی x به توان 2 باشه، اگر همچین چیزی رو بخوام رسمش کنم، یعنی x من داره با یک k جمع و تفریق میشه، k مثبت آیاد نره، x من داره با یک کاری جمع و تفریق میشه، این میشه انتقال افقی. مثلا داشته باشم fx منهای 2
این یعنی این که آقا کاواهد نمودار رو تمام نقطه هاشو کاواهد به سمت راست انتقال بده، ایکس منهای دو یعنی دو واحد تمام نقاط رو به سمت راست انتقال بده. این یعنی چی؟ ایکس به علاوه دو یعنی دو واحد به سمت چپ انتقال بده. برعکس این حالت، در این حالت انتقال عمودی داریم، فقط ایگرگ ها هستن. ببین اینجا فقط ایکس داشت جمع و تفریق میشد با عدد، اینجا داره ایگرگش، خروجی اف، خروجی اف یعنی ایگرگ دیگه، خروجی اف داره با یکای جمع و تفریق میشه. به علاوه کا شد ببر بالا، منهای کا شد بیار پایین، به علاوه کا ببر بالا، منهای کا بیار پایین. برعکس اینه، این نرماله، مثل آدم عمل میکنه. ولی این نه، نادونه، نفهمه، برعکسش عمل میکنه. این مثبت بود میره بالا، منفی بود میاد پایین. طبق همین چیزی که اینجا میبینی، این نه، ایکس نفهمه، واقعا نفهمه. یعنی شما واسه هر چیزی نرمال داشتی واسه ایکس خلافش انجام بده. این منفی بود میره سمت راست، میره سمت مثبت ها، پس خلاف این هست. یعنی مثلا الان این کا واحد به سمت بالا میره، اگه منفی بود کا واحد به سمت پایین میاد. سومی، کا برابر شده اف ایکس، اف ایکس خروجی تابم بود، ایگرگام بود، یاره ایگرگام کا برابر میشه، به ایکس هم دست نمیزنم. مثلا در نقطه ایکس مساوی دو ایگرگام هم چهار بود، حالا باید این در همین نقطه ایکس مساوی دو ایگرگام کا برابر شه. مثلا اگه کا دو باشه به جای چهار دو برابر میشه، میشه هشت. اگه یک دوم باشه به جای چهار، میشه چهار دوم، دو میاد پایین، کا برابر میشه. ولی به نقطه طولم اصلا دست نمیزنم، در همون طول بررسیش میکنم. این کا برابر اف ایکس بود، این اف کا ایکسه، ایکس ضریب گرفته، ایکس داره کا برابر میشه. باز بهت میگم این زبون نفهمه ایکس، ایکس زبون نفهمه یعنی چی؟ یعنی تو کا تو نرمال کار انجام میدادی، ایگرگا رو کا برابر میکردی، ارزها رو کا برابر میکردی، اینجا دیگه اینجوری نیست. اینجا کا برابر شده، تو تقسیم بر کا کن، تقسیم بر کا شده، تو ضرب در کا کن، خلافش رو انجام بده. عرض تغییر نمی کنه، فقط طول. یعنی مثلا در x مساوی دو، در x مساوی دو ایگرگم هم دو بود، حالا اگر کای من یک دوم باشه، کای من یک دوم باشه، ایکس من ضرب در دو میشه با همون ایگرگ دو. کای من دو باشه، ایکس من تقسیم بر دو میشه، خلافش انجام. پس به ایگرگش دست نمیزنم، فقط طول. ممکن ترکیبی هم اتفاق بیفته که زیاد سخت نگیرید، زیاد هم سخت بهتون نمیدن تو امتحان نهایی. و نکته پنجم، همه رو واسه اینجا آوردم، هر چی که نیاز داری برای رسم نمودار منفیه ایگرگ مساوی منفی اف ایکس چیکار کنیم؟ کافیه تمام نقاطم رو عرضشو در واقع بذار اینجوری بدونیم، عرض تمام نقاط ایگرگ مساوی اف ایکس همون مرجعم رو عرضشون رو قرینه کنم، ایگرگاشون رو قرینه کنم، به ایکساشون کاری ندارم. یعنی مثلا اگر تاب من اینجوریه، عرضشون قرینه شه میشه اینجوری، اینجا مثبت یک بود الان میشه منفی یک، ارزشون قرار نمیشه، یا اگه پایین بود میاد بالا. اینجا چی؟ x داره قرار نمیشه، یعنی طول داره قرار نمیشه. اگر اینجوری داشته باشم، اینجا x دو باشه، x هم قرار نمیشه، نسبت به محور y ها انگار قرار نشد. گرفتی چی شد؟ x ها قرار نمیشه، انگار نسبت به محور y ها داره میشه، عرض ها قرار نمیشه، انگار داره به نسبت به محور x ها قرار نمیشه. زیاد سختش نکن برای خودت. با توجه به نمودار تابع y مساوی f x، نمودار این تابع رسم کنید. آقا نمره مفت، نمره مفت واقعا آسونه، واقعا آسونه. یعنی هر کی اینو ننوشته واقعا از دست داده، نمره مجانی، مفت و مجانی از دست داده. خوب نگاه کن، y مساوی f x اینه، ایگرگ مساوی اف منفی ایکس به علاوه دو رو میخوام رسم کنم. اف منفی ایکس یعنی چی؟ اینو با قرمز میخوام برات بکشم، یعنی نسبت به محور ایگرگ ها قرینه بشه، ایکس هاشون طول هاشون قرینه شه.
هر چی مثبت بوده میشه منفی، منفی بوده میشه مثبت، به ایگرگاش دست نمیزنم. اینجا که ایکسش صفره با ایگرگ دو، ایکسش صفره، ایکس صفر قرار نشه همون صفر باقی میمونه، پس با این مکاری ندارم. اینجا ایکسش دوه، با همین ایگرگ ایکس دوش قرار نمیشه میاد روی منفی دو، به جای این ور قرینش رو دومده این ور انداختم شیفا. اینجا رو نگاه کن، این خط اینجا هم باید قرینشه، اینجا خط منفی چهاره، منفی چهار نیفتاده، منفی چهار و منفی دو هست، به ایگرگش دست نمیزنم، ایگرگش منفی دو و بمونه، فقط ایکس منفی چهارشه که میاد این ور میشه مثبت چهار. میبینی؟ انگار شکل مشکی که داشتم نسبت به محور ایگرگ ها چرخید، قرینه شد، چون طولاش ایکساش در واقع تغییر کرده، ایکساش قرینه شد دیگه، هر نقطه ایکسش مثبت بود شد منفی، منفی بود شد مثبت. این از چی؟ از ایگرگ مساوی اف منفی ایکس. حالا بریم سراغ ایگرگ مساوی اف منفی ایکس به علاوه دو، داره اف خروجی اف داره با دو جمع میشه، پس یعنی دو واحد ببرش بالا، هر نقطه‌ای که دارم دو واحد میبرمش بالا، این نقطه دو واحد بیاد بالا اینجا میشه، این نقطه دو واحد بیاد بالا اینجا میشه، این نقطه هم دو واحد بیاد بالا اینجا میشه. در اصل اینو از تو میخوان، من پله به پله برات کشیدم که یاد بگیر، در اصل این آبیه رو ازت میخوان، هر نقطه ایکسش قرینه شد دو واحد هم ایگرگش اومد بالا، به همین سادگی و راحتی. خب پرید پرید، نکات طلایی سوال چهار رو میخوام در مورد ترکیب توابع صحبت کنم. ترکیب توابع یعنی چی؟ یعنی مثلا من یه توابعی به اسم F داشتم، میمدم بهش X و ورودی میدادم، میشد F X دیگه، X ورودیش بود، حالا دیگه X بهش نمیدم، به عنوان ورودی جی ایکس رو دارم میدم. یعنی آقا بحث دو تا تاب است، یه اف یه جی، من میام ایکس رو به عنوان ورودی میدم به جی، خروجی جی ایکس میگیرم، خروجی ازش گرفتم جی ایکس، حالا خروجی اینو میدم به اف، گرفتی چی شد؟ ایکس رو به عنوان ورودی دادم به جی، چی گرفتم؟ جی ایکس، خروجی جی ایکس. حالا جی ایکس رو به عنوان ورودی دادم به اف، شده اف جی ایکس، در گذشته اف ایکس داشتم زمانی که ایکس به عنوان ورودی بهش میدادم، اما الان دارم جی ایکس به عنوان ورودی میدادم، کاری نداره، میشه اف جی ایکس. بچه این همون اف او جی هست، اف او جی ایکس همون اف جی ایکس، به ترتیب بچه هم برو اف جی ایکس، ورودی اف جی ایکس، ورودی جی هم ایکس، پس یعنی ایکس میره توی خروجیش میره این بر. حالا چه ایکس هایی؟ همه ایکس های این نیست، این الان دامنه جیه، این هم برده جی، فقط محدوده ای از اینو میخوام که عضوی از دامنه اف او جم باشه. چرا؟ چون که من الان یه سری ایکس ها رو انتخاب میکنم جز دامنه جی من هست، میدم به جی، خروجی من میگیرم، مجازم، دامنه یعنی مقادیری که ما مجازیم به تابمون بدیم دیگه. اما موضوعی که اینجاست، خروجی که دارم از جی میگیرم قراره اینم بشه ورودی اف، پس یعنی جی ایکس من خودش باید تبعیت کنه از دامنه اف، اون ورودی داره میره اونور، پس من فقط ورودی هایی رو از اینجا انتخاب میکنم، اونهایی رو مجازم انتخاب کنم که وقتی به جی دادم خروجیش هم از دامنه این یکی تبعیت کنه، چون اگر از دامنه این تبعیت نکنه نمیتونم به عنوان ورودی بهش بدم، مجاز نیستم به عنوان ورودی بهش بدم، واسه همین بحث دامنه به وجود میاد. برای اف جی ایکس، ایکس من باید عضو دامنه جی باشه، به این ترتیب من بنویس، و جی ایکس منم باید عضو دامنه اف باشه، به همین ترتیب برای جی او اف ایکس میشه جی اف ایکس، ایکس باید تبعیت کن از دامنه اف، عضو دامنه اف شده، به طوری که اف ایکس خروجیش تبعیت کن از دامنه جی، نیازی به حفظ کردن اونجوری هم. خب
یه نکته دیگه هم همینجا براتون توضیح بدم. مثلا میگه F O J دو رو حساب کن، یعنی F G دو برو از ضابطه G دو رو به عنوان ورودی بده، خروجی رو پیدا کن بذار جای این. مثلا شده A، حالا F A رو پیدا کن از ضابطه F. حله؟ اگر F X من رادیکال X منهای یک باشه، G X منم 2x به توان 2 منهای 1 باشه، الف دامنه تابع FOG رو با استفاده از تعریف به دست بیارید. دامنه تابع FOG، FOG اصلا یعنی چی؟ چه F G X، یعنی در وهله اول دامنه دانه FOG رو خواستیم دیگه، دامنه FOG، یعنی در وهله اول x باید از دامنه g تبعیت کنه. به طوری که خب x از دامنه g تبعیت کرد، خروجی gx رو داده، حالا خروجی gx هم باید از دامنه f تبعیت کنه. اینو میخوام بنویسم. قبلش دامنه f و دامنه g رو به دست بیاریم. دامنه اف من چی میشه؟ وقتی رادیکال ایکس منهای رادیکال دارم با فرج زوج رادیکالی دارم، هر چیزی رادیکاله بزرگتر مساوی صفر، منفی یک بر اونور میشه مثبت یک، ایکس های بزرگتر مساوی یک. بریم سراغ دامنه چی؟ یه چند جمله دو ایکس دو منهای یک، هر چی دوست داری بذار داخلش، هیچ محدودیتی نداری، دامنش آره هر چی دوست داشته باشی میتونی بهش بدی. خب دامنه اف او جی رو میخوام به دست بیارم، یعنی ایکس من باید عضو دامنه جی باشه، پس ایکس من باید عضوی از آر باشه. تا اینجا اوکیه، مشکلی نیست. اما این ایکسی که داره عضو آر میشه، از آر انتخاب میشه، باید طوری باشه، به طوری که این ایکس رو دادم به جی، خروجیش جی ایکس شد، این جی ایکس هم از دامنه اف من تبعیت کنه. اینجا خروجی ایکس بود، دامنش شد ایکس بزرگتر مساوی یک، اینجا خروجی چیه؟ به اف چی دارم میدم؟ جی ایکس، پس جی ایکس باید بزرگتر مساوی یک باشه. اینجا ورودی تا به اف من x بود، دامنه شد x های بزرگتر مساوی 1، حالا اینجا چی؟ f g x، ورودیش g x شد، پس باید g x من بزرگتر مساوی 1 باشه. g x من چیه؟ g x من 2x 2 منهای 1ه. بریم پیداش کنیم. 2x به توان 2 منهای 1 بزرگتر مساوی 1، منفی یک بره اون برمشه مثبت یک با یک جمع میشه، 2x به توان 2 بزرگتر مساوی 2، طرف این تقسیم برای 2 بشه، میشه x به توان 2 بزرگتر مساوی 1. در نامعادله ها وقتی جذر میگیری حواست باشه که دیگه x به توان 2 بعد جذر میشه قدر مطلق x، یادت نره، قدر مطلق x بزرگتر مساوی رادیکال یک هم که میشه 1. دو تا نکته اینجا میخوام واسه توضیح بدم، همینجا تو جزئیات بنویسم. اگر قدر مطلق x کوچیکتر مساوی یه عددی مثل k شد، من میتونم اینو بازش کنم به این صورت، بگم x کوچیکتر مساوی k قبول، چون قدر مطلق رو برداشتم این k میتونست منفی k هم باشه، به قبلش اضافه کنم. دومی قدر مطلق x، این x میتونه یه چند جمله‌ای باشه، اصلا مهم نیست، یه u میتونه باشه، u یعنی چند جمله‌ای، هر چی میخواد باشه، چند تا جمله داخلش باشه مهم نیست. قدر مطلق x بزرگتر مساوی k در این صورت، یکی همینو بنویس سمت چپش که دیگه چیزی نمیتونم اضافه کنم، یا یه دونه همینو بنویس. این نکته رو اصلا فراموش نکن. ببین بهت گفتم اینجا فقط نمیخوام سوال حل کنم، میخوام یاد بگیری اگه یه ذره سوال رو تغییر دادن بتونی شبیهش رو حل کنی. خب الان به چی رسیدم؟ قدر مطلق x بزرگتر مساوی 1، پس یعنی
یا ایکس های من بزرگتر مساوی یکن یا ایکس هم کوچیکتر مساوی منفی یک. اینا اگر اینجا مساوی نداشت، اینا مساوی نداشت، هیچ فرقی نمی کرد. زیاد رو اون تمرکز نکن، اصل داستان رو بگیر. خب اینجا که ایکس ها عضو آر بودن، پس یعنی محدودیتی در اینجا نداشتم. محدودیت اصلی این طرف بود، میگفت ایکس های از آر رو انتخاب کن که خروجیشون هم از یک بزرگتر باشه، یا به عبارتی ایکس های از آر رو انتخاب کن که این شرایط رو داشته باشن: بزرگتر مساوی یک، یعنی از یک بسته تا مثبت بی نهایت، من رو محورم برات میتونم بکشم، یک بسته تا مثبت بی نهایت، کوچیکتر مساوی منفی یک، از منفی بی نهایت تا منفی. اینو به این شکل هم باز دوباره میتونم برسم: از منفی بی نهایت تا منفی یک بسته اجتماع، از یک تا مثبت. این میشه دامنه اف او دیگه. چی هم خواسته؟ قسمت ب، مقدار جی او اف دو رو خواسته. جی او اف دو یعنی به ترتیب جی اف دو، یعنی دو رو به عنوان ورودی بده به اف. دو رو به عنوان ورودی بذارم اینجا، اف دو چقدر میشه؟ میشه رادیکال دو منهای یک، رادیکال یک، رادیکال یک هم با یک برابره. پس اف دو شد یک. حالا جی یک چی میشه؟ به جی بده یک، میشه دو برابر یک به توان دو منهای یک. یک به توان دو همون یکه، دو یکی دو تا منهای یک، جی یک هم هم شد یک. این شد جی او اف. یه بس. و اما بریم سراغ نکات طلایی سوال پنج. حالت کلی توابع سینوس و کوسینوس، ضابطه‌شون در حالت کلی به این شکله بچه‌ها. معمولاً این دیو البته نمی‌بینی که انتقال افقی محسوب میشه، اینو معمولاً نمی‌بینی، اما چند تا چیز مهم داریم در اینجا، چند تا فرمول مهم داریم. یک، دور تناوب. دور تناوب چیه؟ بچه نمودار سینوس ایکس به این شکله در بازه 0 تا 2 پی، خود سینوس ایکس به این شکله. از اینجا نگاه کن، ضریب x بیه، بی میاد تو مخرج قرار میگیره. وقتی میگم y مساوی سینوس x، یعنی ضریب x هم یکه. یکو بذار اینجا میشه 2 پی 1م، پس دور تناوب من 2 پیه، یعنی از 0 تا 2 پی تابع من میره و دوباره تکرار میشه. در ادامه از 2 پی تا 4 پی تکرار میشه، دوباره در ادامه از 4 پی تا 6 پی تکرار میشه، 2 پی 2 پی داره تکرار میشه. این یعنی دوره تناوب، دوره تناوب، دوره تکرارش 2 پیه. حالا این بی تغییر کنه، دوره تناوب هم تغییر میکنه. مثلا اگه بی من 2 باشه، دوره تناوب هم میشه پی، اینجوری میشه، هی تکرار میشه. میبینی این به این شکل. من پاکش میکنم، خیلی شلوغ شد. این شد از دور تناوب من. یه دونم سی دارم. سی چیه؟ مقدار انتقال عمودیمه. یعنی اگر کوسینوس ایکس رو بگیرم اف، اف ایکس به علاوه کار یادته بالا و پایین میبرد نمودار اف ایکس رو، این داره کوسینوس رو بالا و پایین میبره. مقدار سی، سی رو چجوری پیدا کنم؟ برای نمودار من یک بحثی وجود داره به اسم ماکسیموم و مینیموم، که معمولا برای ایگرگ مساوی سینوس ایکس و کوسینوس ایکس در پایه ترین حالت، معمولا چی؟ در پایه ترین حالت مثبت یک و منفی یک. این قله های من بیشترین حالت میاد اینجا، من کمترین مقدارم هم اینجاست. اما اگه تابع من تغییر پیدا کنه، این موضوع در مقدار سی من تاثیر میذاره. ممکنه سوال خودش اینو بهم بگه یا رو نمودار باید تشخیصش بدم ماکسیموم مینیموم. ماکسیموم رو به اضافه مینیموم کن تقسیم بر دو، مقدار سی رو بهت میده. این فرمول از کجا داره میاد؟ علامت میگه. فرمول ماکسیموم و مینیموم خالی هم برات گذاشتم. آ چیه؟ آ ضریب کوسینوس و ضریب سینوسه. آ پشت سینوس اومده. بی هم که ضریب ایکس، سی هم که اینجاست. مقدار ماکسیموم و مینیموم رو بخوای در بیاری،
از رو ضابطت میتونی قدر مطلق آ به علاوه سی کنی، منفی قدر مطلق آ هم به علاوه سی کنی، ماکسیمومی مدرد. حالا اگر طرفین اینو با هم جمع کنم، ماکسیموم به اضافه مینیموم مساویه. حالا طرف این برم با هم جمع کنم، مثبت قدر مطلق آ منهای قدر مطلق آ میشه صفر، سی علاوه سی هم میشه دو سی. مثل این معادله شد، این دوه تقسیم بشه به اینجا میشه سی مساویه ماکس به اضافه این تقسیم براتون. این فرمول اینجا اومده. ممکنه که در یک سری سوالا تو نمونه سوالات امتحان نهایی ببینی اینجوری حل کرده، ببین هیچ فرقی نمی‌کنه، همونه. اوکی؟ این همونه. پس اینا رو حفظ باش، ماکسیموم مینیموم رو، این هم حفظ باش، این هم حفظ باش. سی رو وقتی در بیارم ماکسیموم مینیموم رو دارم، سی رو از توش در بیارم خب ماکسیموم رو دارم میذارم اینجا، سی هم دارم میذارم اینجا، مقدار آ هم در میاد. این سه تا فرمول رو کامل حفظ باش، میخوام باش سوال حل کنم. تابر رو بهم نمودارش رو داده، ضابطش هم اینه، یعنی کوسینوسیه. همینجا بهم بگو ماکسیموم شنه، ماکسیموم اینجاست چنده؟ ایگرک ایکس. ماکسیموم هم چقدر شده؟ 5. پس می‌نویسم ماکسیموم 5. مینیموم هم چقدر شده؟ مینیموم اینجاست. کمترین مقدار من چقدر بوده؟ 1 بوده. چیز دیگه دارم از روش برداشت کنم؟ آره. ببین از کجا، ببین یک قله کجا، اصلا هر نقطه که دوست داری ببین کجا دیگه تکرار شده همون شکلی. مثلا این قله من بوده اینجا تکرار شده، این تیکه داره دور تنوع به من نشون میده. چقدر بوده؟ از صفر بوده رو محور ایگرک، از صفر بوده تا 4π. پس دور تنوع به من چقدر بوده؟ از اینجا ببین اینجوری اومده تا اینجا دوباره داره تکرار میشه. یا مثلا این قسمت رو در نظر بگیر، از اینجا تا اینجا هر نقطه شبیه خودش، ببین چقدر طول کشیده تا تکرار شه. اینجا از صفر رفته تا 4π، قله من تکرار شده. پس این میشه دور تناوب من تی مساویه 4π. الان میتونم تمام مقادیرم رو در بیارم. ضابطه هم اگه نخواسته گفته ضابطه هم اینه، مقادیر مجهول هم باید در بیارم، آ و بی و سی و. خب سی و که راحت میتونم در بیارم از اینجا. سی میشه ماکسیموم به اضافه مینیموم تقسیم بر 2، 5 به اضافه 1 تقسیم بر 2 6 دوم یا همون 3. پس سی من شد 3. دیگه چی میخوام؟ سی رو در آوردم میتونم توش آم در بیارم. یکیشو بنویس، ماکسیموم برابری میکنه با قدر مطلق آ به اضافه سی. ماکسیموم من چقدر بوده؟ 5 بوده. برابری میکنه با قدر مطلق آ به اضافه سه. سه رو بیاریم بر میشه 5 منهای سه مساوی قدر مطلق آ. 5 منهای سه یعنی 2. قدر مطلق آ مساوی 2 شده. من که نمیدونم آ چند بوده. وقتی قدر مطلق آ مساوی 2 میشه، میخوام قدر مطلق بردارم، آ من میشه مساوی مثبت منفی 2، یا مثبت 2 یا منفی 2. ضریب کوسینوس من میشه یا مثبت 2 یا منفی 2. اینو یادته ایگرگ ها رو کا برابر میکرد، مثبت یا منفی بودن این خیلی مهمه دیگه. منفی بود قرینه میشد نمودار من. من میدونم که در حالت عادی کوسینوس اینجوریه، از اینجا شروع میشه. اگر قرینه بشه اون وقت دیگه اونجا شروع نمیشه، اینجا شروع میشه. اما همه چیز اینجا دارم نه. پس این کائن مثبت بوده، چون نمودار رو دارم میتونم بفهمم پس آ مثبت بوده، یعنی آ مساوی مثبت 2، منفی 2 شو نمیخوام. ولی اگه نمودار رو نداده بود و من هیچ جوره نمیتونستم بفهمم آ کدومشه، هیچ ایرادی نداشت، با هر کدومش ضابطه ها مینوشتم درست بود، جفتش اصلا مینوشتم، با جفتش دو تا ضابطه مختلف مینوشتم. ولی اینجا معلومه این هم از آ. دیگه چی رو میخوام؟ من مقدار بی رو هم میخوام. تی مگه نیست 2π بر روی قدر مطلق بی؟ مقدار تی من 4π،
ساوی 2π بر روی قدر مطلق π. بچه‌ها مگه طرف این وسطی نمیتونیم اینجا بکنیم اینو ضرب در این کنیم یکم ضرب در این کنیم مخرج یک پیش بدم؟ از همین قابلیت میتونم استفاده کنم جای این دو تا رو عوض کنم. پس همیشه یادت باشه جای این دو تا رو میتونی عوض کنی. قدر مطلق π مساوی 2π بر روی 4π، π با π میپره، 2 هم تقسیم بر 4 ساده بشه میشه 1/2. پس π من 1/2 قدر مطلق π میتونه مثبت یا منفی 1/2 باشه. اینو مینویسیم اینجا. ولی تو هیچ فرقی با حالت نمی‌کنه در حالت کوسینوس. چرا؟ چون که این نمودار تقارن داره. تو این ور اون ورش هم که بکنی سینوس کوسینوس رو باز دوباره همینه. در حالت عادی باز دوباره همینه. گرفتی چی شد؟ خب وقتی که انتقال افقی ندارم میبینی x با چی جمع شد. انتقال افقی ندارم پس b علامتش هیچ فرقی نمی‌کنه. چون تقارن داره. ببین این اینجا اومده اینم اینجا اومده. تقارن داره. قشنگ میتونم نصف کنم از اینجا سفر رو بندازم رو هم منطبق بشه. همه رو اینجا درآوردم. آ رو درآوردم، بی رو درآوردم، سی هم درآوردم. پس ایگرگ مساویه مثبت 2 برابر کوسینوس بی ایکس یا ایکس دو یک دوم ایکس یا ایکس دوم به اضافه سی که سه بود اگه اشتباه نکنم. سی کجا بود؟ بله سه بود. این هم از ثابته تابعه من. و اما نکات طلایی سؤال شش، بحث معادلات مثلثاتی. قبلش من اومدم در رابطه با یک سری روابط مثلثاتی مهم صحبت کردم که پایه ترینش البته این باید بالا میومد و پایین اومده. این اصلی ترین و پایه ترین رابطه مثلثاتی من قطعا حفظش باشید. گاهی اوقات به جای سینوس به توان دو مثلا ممکنه بنویسیم کوسینوس رو ببرم ور یک منهای کوسینوس به توان دو آلفا یا برعکسش. گاهی اوقات میخوایم سینوس رو حذف کنیم به جاش کوسینوس بنویسیم. میتونیم از همینا استفاده کنیم. و اما دو تا رابطه بسیار مهم که از این رابطه در این امتحان استفاده شده، امتحان خرداد 1400، ولی شما اینها رو هم باید حفظ باشین. این زیاد به دردم نمیخوره، نه که بلد نباشی، این زیاد به دردم نمیخوره. بیشتر تمرکزت رو این دوتا بذار، بیشتر تمرکزت رو این دوتا بذار، به خصوص پایینی. خب بریم پایین. به همچین معادلاتی معادلات مثلثاتی میگیم. سینوس یو مساوی سینوس آلفا، کوسینوس یو مساوی کوسینوس آلفا، تانژانت یو مساوی تانژانت آلفا. خب ما همچین معادلاتی رو بهش میگیم معادلات مثلثاتی. دقت کن جفت طرف سینوسه، جفت طرف کوسینوس، جفت طرف تانژانت، جفت طرف کوتانژانت. حواست به این باشه. پس باید دو طرفت یکی باشن، هر دو طرف یکسان. حله؟ حالا برای حلشون چیکار کنیم؟ اگر سینوس یو، اینجا یه یو اضافه کن، اگر سینوس یو مساوی سینوس آلفا شد میتونم بگم یو مساوی هست با یه بار دو کاپی به علاوه آلفا، این زاویه اینجا، یه بارم دو کاپی به اضافه پی منهای آلفا. این برای سینوس. برای کوسینوس چی؟ کوسینوس یو مساوی کوسینوس آلفا شد، میتونم بگم این یو، حالا هر چی که میخواد باشه، یه چند جمله‌ای باشه مهم نیست، میتونم بگم این یو برابری میکنه با دو کاپی مثبت منفی آلفا. یعنی یه بار مثبت آلفا، یه بارم منفی آلفا، مثل اینکه دوتا نوشتم. تانژانت یو هم به همین شکل، کوتانژانت یو هم به همین شکل. فرمولاشو براتون نوشتم. اما بریم ببینیم سوال چی داشتیم تو خرداد 1400. یه طرف سینوس کوسینوس رو با هم دارم، یه طرف هم عدد دارم. خب این یکم آشنا نیست؟ یه مقدار شبیه اینه. حالا به جای آلفا ایکس گذاشته، فرق نمی کنه. خیلی شبیه اینه، یه دو کم داره. برای اینکه دو رو بخوام توش ایجاد کنم چیکار میتونم بکنم؟ مثلا یه دونه دو کم داره دیگه. طرفه اینه، معادله رو ضرب در دو میکنم. این ورش میشه دو تا سینوس ایکس کوسینوس ایکس، این ورم میشه دو برابر رادیکال سه چهار روم، که این دوه میتونه ساده شه. دو به دو یک، چهار به دو هم دو، رادیکال سه دوم به عبارتی. خب این چیه؟
الان دیگه همین شد، سینوس 2x. این چیه؟ رادیکال 3 دومه. من باید این طرف هم سینوس داشته باشم، همجنس این باشه. خب جدول رو باید حفظ باشی، جدول و پایان نمونه سوال بعدیت برات قرار میدم، پایان جزوه جلسه بعدیت. و ما چون دو تا نمونه سوال می‌خوایم حل کنیم، یکی 1400 خرداد 1400، یکم خرداد 99. من در پایان اون جدول نسبت به مثلثی برات قرار میدم، با اینکه مال سال 10م بوده، سال 11م هم کلی ازش استفاده شده، ولی من دارم میگم که شاید بلد نباشی، باید حفظش کنی و یعنی نمیتونی حل کنی. سینوس چه زاویه‌ای میشه رادیکال 3 دوم؟ سینوس 60 درجه بر حسب رادیان باید بنویسمش. سینوس پی سوم، پس سینوس 2x مساوی سینوس پی سوم. رادیان رو یاد بگیر، باید بلد باشی یک سری زوایا رو رادیانشون حفظ کنی. 30 درجه میشه پی ششم، 45 درجه پی چهارم، 60 درجه پی سوم، 90 درجه پی دوم. اینا رو بلد باش، زوایای مهم هم برات رادیانشون رو میذارم، خیالت راحت. سینوس یو مساوی سینوس آلفا شد، پس یو که 2x باشه یه بار مساویه 2 کاپی به علاوه آلفا میشه، یو یه بار هم مساویه 2 کاپی به علاوه پی منهای آلفا میشه. هیچ بازه‌ای برای من تعیین نکرده که جواب‌های من چه مقادیری توی چه بازه‌ای میتونه باشه. ممکنه بگه جواب‌های من تو بازه 0 تا 2 پی باشه، فقط مقادیری به درد من اینجا میخوره که جزء اون بازه باشه، ولی اینجا هیچ محدودیتی نذاشته. شما میتونی چیکار کنی؟ کای عدد صحیحه، میتونی اعداد صحیح مختلف رو امتحان کنی. مثلا کا مساوی 0 باشه 2x من، البته قبلش بذار یه کاری کنیم چون این ضریب داره، یه کاری کنیم، اول ضریبمون رو بین ببریم. بچه ها این 2x من x رو میخوام، طرفینم رو تقسیم برای 2 کنم اینا تبدیل میشه به x، طرف راست هم رو تقسیم برای 2 کنم میشه 2 کاپی تقسیم برای 2، من همینجا با قرمز وسط میذارم. الان اینجا این دو با این دو میپره ایکس میمونه، همین که اصلا هدفم همین بود، این دو هم با این دو میپره کاپی میمونه. اینو چیکار کنم؟ پی سوم تقسیم بر دو، یه مخرج یک به این میده، دور در دور نزدیک در نزدیک، یک پی تو صورت دو سه تا شش تا نزدیک در نزدیک، کاپی بر پی ششم. این یکی رو چیکار کنم؟ پی منهای پی سوم اول حسابش کن، یه مخرج مشترک واسه این بگیرم میشه 3p منهای p 2p. حالا داره 2p سوم به جای مثلا 2p سوم تقسیم بر 2 میکنه، 2p سوم تقسیم بر 2، یه مخرج یک به این بده، دور در دور یک ضرب در 2p 2p، نزدیک در نزدیک 3 دوتا 6 تا. قابلیت ساده سازی داره، صورت تقسیم بر 2، مخرج تقسیم بر 2، 2 به 2 1، 6 به 2 سه. پس میشه دو کاپی، البته اینم با این اپه نفته بود، کاپی به علاوه پی سفو. به کا عدد بده، به کا بدم صفر، به کا بدم صفری میپره، یه ایکس هم میشه پی ششم، یه ایکس هم میشه اینم صفر بشه میشه پی سوم، به کا بده یک، این میشه پی به علاوه پی ششم، پی به علاوه پی ششم یعنی هفت پی ششم، یکی دیگه شم میشه پی به علاوه پی سوم، چهار پی سوم. به کا بده منفی یک، میشه منفی پی به اضافه پی ششم، جوابش به دست بیار دیگه. حالا اگر بازه واسه تعیین کرده بود که جواب جز اون بازه باشه، فقط اونایی رو میپذیریم که تو اون بازه صدق کنن، در اون بازه قرار داشته باشن. و اما بحث بعدی، سوال بعدی
از سوال هفته بعد که میریم وارد مبحث حد هم میشیم بمونه در ویدیوی بعدی که همین میخوام ضبط کنم براتون، اما اینجا رو داریم کات میکنیم که شما بتونید استراحت کنید، هرچند که شما هر جا خود خسته شدی وسط ویدیو میتونی پاس کنی و استراحت کنی، هیچ مشکلی نیست، ولی تا اینجای مطالب کافیه برای این ویدیو، ادامه شو تو ویدیوی بعدی بهت میگم. خوب استراحت کن، سر حال، پر انرژی، بیا رو ویدیو بعدی. خیلی مخلصی. من واسه این کار ساخته شدم.